بعد از خوردن یه غذای خوشمزه که کدبانوی خونه با عشق میپزه، نوبت قسمت سخت ماجراست که همانا شستن ظرف و ظروف کثیف و چربه. حداقل برای خود من که همین جوریه. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ موقعی که میخوام ظرف و ظروفمو بشورم عزا میگیرم. یعنی اون حجمه ظرف کثیف توی سینک ظرفشویی باعث میشه که یه جوری حس کنم که آخ دیگه آخر دنیاست و کی میخواد اینا رو بشوره. اون موقع است که دیگه چاره ای ندارم، یه هنسفری میزنم تو گوشم، موزیک مورد علاقم رو پلی میکنم، بلکه سرم به اون موزیک گرم باشه و ظرفا رو نفهمم که چجوری شستم. و اما من فکر میکنم که این کار سخت موزل خیلی از خانواده هاست، خصوصا که الان توی شرایطی هستیم که اکثر خانم ها شاغلن، خصوصا توی کلان شهرها بیشتر تایمشون توی ترافیک و رفت و آمد و اینجور مسائل میذاره. تا برسن خونه یه غذایی درست بکنن، بچه ها رو تراخوش بکنن، به کار و امورات خونه برسن، دیگه جون و رمقی برای شستن ظرف ها نمیمونه و این قضیه رو یه دستگاه کاربردی اومده برای همه حل کرده، ماشین ظرفشویی. سال هاست که ماشین ظرفشویی در کنار ماشین لباسشویی توی تمام خونه ها یه زوج تفکیک ناپذیره. به نوعی با این ماشین توی وقت و زمان و مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی میشه، توی بازه زمانی کم بیشترین بازدهی رو میتونید از این دستگاه بگیرید. ولی چی؟ همین دستگاه نگهداری لازم داره. اینجور نیستش که فکر کنیم اگر یه ماشین ظرفشویی توی آشپزخونمون نصب کردیم، هرچی ظرف نشسته داریم میتونیم بچینیم داخلش، شویندمون رو بریزیم و یه برنامه شستشو بهش بدیم، انتظار داشته باشیم که همه رو عین گل بشوره و تحویلمون بده. نکته قابل توجه این موضوع اینجاست که میخوایم بدونیم برای کار کردن با این دستگاه باید یه استانداردهایی رو رعایت بکنیم، هم تو انتخاب ظروفمون هم تو برنامه شستشو. کار کردن با ماشین ظرفشویی بایدها و نبایدهایی داره. یعنی یه سری از ظروف رو با این دستگاه میتونید بشورید، یه سری از ظروف رو نباید بشورید، برای اینکه شستن این ظروف توی دستگاه مساوی با از بین رفتن ظرفتون. خودتونم که دیگه بهتر از من میدونید، اگر یه دور توی بازار بزنید، قیمت‌های سرسام‌آور و نجومی ظرفا رو ببینید، واقعا هر چی تو خونه دارید میذارید رو چشاتون و ازش نگهداری می‌کنید. به نظرم دیگه این قدیم نیستش که آدم هر وقت اراده می‌کنه کفش و کلا کنه بره توی بازار هرچی دلش خواست بخره. باید قدر داشته هاش رو بدونه، چرا که از بین رفتن هر کدوم از وسایل منزل ضرر به اقتصاد خانواده است، اونم توی این شرایطی که همه ما داریم به سر میبریم. خب یه نفسگیری بکنم بریم باقی داستان رو براتون بگم. این ظرف و ظروفایی که اینجا چیدیم سمساری نیستا، خیلی بیشتر باید میذاشتیم، منتهای مراتب توی لنز دوربین ما نمیگنجید. یه چکیده ای از چیزایی که توی ماشین ظرفشویی باید شسته بشه و نباید شسته بشه رو اینجا چیدیم تا من خدمت تک تکتون عرض بکنم که چیکار کنید که عمر ظرف و ظروفتون بیشتر بشه. چوب مرشدی من بگیرم دستم. این بخش نباید هاست و این قسمت باید هاست. قبل از اینکه این توضیح بدم یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. ما سالها قبل یه دستگاه ماشین ظرفشویی گرفتیم، بعد دیدیم که ای دل غافل، نمیتونیم همه ظرفامون رو با این دستگاه بشوریم، فقط یه سریا رو میتونیم بچینیم داخلش شستشو توش انجام بشه، باقی رو همچنان بایستی به روش سنتی بشوریم، دستکش و اسکاچ و مایه ظرفشویی. بودیم خب چه کاریه، ما که باید بشوریم، خب اون چهار تا ظروف هم با همون دست میشوریم. ماشین ظرفشوییمون تبدیل شد به یه کابینت، توش دستمال مسمال و چیزهای دیگه میذاریم. ولی اگر واقعا این وسیله برای شما کاربردیه، میخوام بهتون بگم خیلی شیک و مجلسی چجوری ظرفاتون رو بچینید، چی رو بچینید چی رو نچینید. ببینید یه سری ظرفا دم دستیه، مثل قابلمه، بشقاب یا ظروف پیرکس. خب این ظروف رو اگر زمانی که تهیه کردید روی کارتونش علائمی وجود داره که شما میتونید متوجه بشید که این ظرف و قابلیت شستش رو توی ماشین رو دارن یا نه. معمولا یه کادر مربع است که توش بشقاب و لیوان و چند قطره آب دیده میشه. خیلی از این علائم روی ظروف حک شده یا پشت بشقابا چاپ شده. خب این یکی از ساده ترین گزینه هاشه.
اما خیلی از وسایل هست یه همچین علائمی رو نداره. خب پس باید بشناسیم دیگه. چجوری بشناسیم؟ الان بهتون میگم. کلیه ظروف چینی که گرون قیمتن، طرح‌های ظریف، خصوصا چاپ طلایی و نقره‌ای دارن. چیزی شبیه به این ظرفی که الان دست من میبینید. این چاپ در اثر شستشو با مواد شوینده‌ای که داخل ماشین ظرفشویی می‌ریزیم، فشار آب و همینطور حرارتی که باعث خشک شدن ظرف میشه و تایم طولانی که این پروسه شستشو داره، کیفیتش میاد پایین. پس به نوعی این سبک ظروف چینی رو داخل ماشین ظرفشویی نمیذاره. و اما میخوایم قابلمه‌ها و تابه‌هامون هم توی ماشین ظرفشویی بشوریم. جنس های مختلف دارن دیگه، لابی، روحی، تفلون، چودن، استیل. ما قابلمه‌هایی رو که داخلش تفلون داره و ظروفی رو که روش گرانیت کار شده توی ماشین ظرفشویی نمیذاریم، چون این ظروف برای حرارت مستقیم طراحی شدن. اگر قرار باشه که توی تایم طولانی توی دستگاه ماشین ظرفشویی بمونن، کیفیت تفلون و گرانیتشون میاد پایین و ما موقع کار کردن و پخت و پز باهاشون به مشکل برمیخوره. اینم مورد بعدی. انواع و اقسام رنده های استیل، آبکش و صافی های استیل نباید توی ماشین ظرفشویی بره. به این نکته توجه کنید. بهتره که به همون روش چی؟ سنتی اینا رو بشورید. نکته بعد سرویس کارد آشپزخونه است که دستش چوبیه. به صورت کلی تمام ظروفی رو که ساختار چوب دارن، مثل کاسه های چوبی یا همین کاردهایی که خدمتون عرض کردم، حالا یه نمونهشو خدمت نشون بدم، نگاه کنید، اینا دسته هاش چوبیه. داخل ماشین ظرفشویی اینا خراب میشن. خیلی از ظروف هم هستن که جنسشون بامبوه. ظروف بامبو هم نباید داخل ماشین ظرفشویی بذارید. این هم یه مورد دیگه. و اما انواع و اقسام کریستالایی که لبه هاش طلاییه، چیزی شبیه این، و این کریستالای ظریف، اینا به محض برخورد با یه ظرف دیگه لب‌پر میشه. چرا؟ چون گرما باعث میشه که ظریف و ترد و شکننده بشن. به نوعی بهتره که این ظرف رو هم با دست بشورید. حالا توی خونتون قابلمه مسی دارید، ظروف مسی دارید، ظروف مسی رو هم داخل ماشین ظرفشویی نذارید. اگر ظرف و ظروف نقره هم دارید، از شستنش با ماشین ظرفشویی جدا خودداری کنید. خب مورد بعدی، این ظروف پلاستیکی درد داره. خب همه ما از این ظرف و ظروف ها بابت نگهداری مواد غذایی توی یخچال و کابینت و اینا استفاده میکنیم. اینا هم بهتره که با دست بشورید، مگر اینکه ظرف و ظروفتون مایکروفری باشه. اونم با یستی پشت ظرف حک شده باشه که این ظرف قابلیت شستشو با دستگاه ماشین ظرفشویی رو داره، وگرنه اونم از بین میره. و اما دیدید یه وقتایی ظرف و ظروف بلور و کریستال و اینا میگیرید، یه لیبلای روش خورده که کاغذیه، خیلی دلشون نمیخواد اون لیبل رو بکنن، تا آخر عمر اون لیبل رو میچسبونن روی اون ظرف، هر بارم میشورن با اسکاچ یا ماشین ظرفشویی اون لیبل هم شسته میشه، کم کم هیچ اثری ازش نمونه. اصلا این ظرفا رو نباید بذارید تو ماشین ظرفشویی، برای اینکه اون چسب باعث میشه کیفیت ظرفتون بیاد پایین. اگر میخواین اون ظرف رو داخل ماشین ظرفشویی بشورید، قبلش لطف کنید اون لیبل کاغذی که روش چسبیده رو بکنید. به نوعی این چیزایی که بهتون گفتم منع شستشو با ماشین ظرفشویی بود. ولی خب با این دستگاه چیا رو بشوریم؟ شما گفتی اینو بشور اونو نشور. پس هم مثل چی این دستگاه رو خریدیم؟ ظروفی که شستنش با ماشین ظرفشویی هیچ مشکلی نداره، در از همون ظرف و ظروفیه که در طول روز ازش استفاده میکنیم. کلیه ظرف های آرکوپال با انواع و اقسام ظرافت و ضخامت قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستن. ظروف پیرکس و آرکوزین که مقاوم در برابر حرارت و شعله مستقیم هستن، میتونید تو ماشین ظرفشویی بشورید. اگر ظرف و ظروف ملامین دارید، شستن ملامین هم هیچ مشکلی نداره، نه رنگش تغییر میکنه نه کیفیتش خراب میشه.
دیگ و دیگچه استیلم که دارید مثل زودپز و قابلمه و تابه میتونید توی ماشین ظرفشویی بشورید. اینجوری بهتون بگم دوستان عزیز. اگر نباید ها رو در نظر بگیریم، ظرف های بیشتری شاملش میشه که ما نمیتونیم توی ماشین ظرفشویی اون رو بشوریم. ماشین ظرفشویی برای شستن ظروف دم دستیه. ظرف و ظروف لوکس و لاکچریتون رو باید با روش چی بشورید؟ سنتی، شیک و تر و تمیز و راحت، به همین سادگی. اگر بخوام کل صحبت ها رو جمع‌بندی بکنم، یاد یه حرفی از پدر خدا بیامرزم میفتم. میگفت خریدن مهم نیست، مهم نگهداری اون وسیله است. راست میگفت. همه ما میتونیم یه پولی بذاریم توی جیبمون، را بیفتیم بریم توی بازار، هر چی که چشمون پسندید و دلمون خواست بخریم و بیاریم بذاریم داخل خونه. اما اینکه چه جوری بتونیم از اون وسیله استفاده کنیم که هم در خدمت ما باشه، هم باعث بشه که ما توی کار جلو بیفتیم، ضرر و زیانی بهمون نزنه، به نظرم این نیاز به یه علمی داره، نیاز به آشنایی داره با اون دستگاه. به نوعی تکنولوژی اومده که در خدمت بشر باشه و ما با علم و درایت میتونیم از اون تکنولوژی در جهت سهولت در تمام مراحل زندگیمون استفاده بکنیم. این چیزایی بودش که به فکر من رسید، خواستم با شما دوستان عزیز در میون بذارم. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی باشه. اگر احیانا نکته‌ای از قلم افتاده یا شما چیزی میدونید که ما نمیدونیم، ممنون میشم که توی کامنت ها تجربیات خودتون رو بنویسید تا هم بنده و هم دوستان عزیز ازشون استفاده کنید.